سرخط خبرها، زانو زدن امارات متحده عربی در مقابل ایران پس از هشدارهای سپاه، سرشاخ شدن خطرناک جنگنده های چینی و آمریکایی در منطقه پرتنش تایوان و سفر فوری و اعلام نشده وزیر دفاع پوتین به اوکراین و دستور جدید به ارتش روسیه. به نام پروردگار یک تا و به همتا. سلام، به این بسته خبری از پیک خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز کانال خودتون پیک رو سابسکرایب کنید و برای مطلع شدن از ویدیوهای روزانه ما علامت زنگ رو فعال کنید. پس از هشدارهای مکرر مقامهای جمهوری اسلامی ایران به کشورهای عرب متحده اسرائیل، یک مقام بلند پایه امارات متحده عربی در گفتگو با یک شبکه خبری آمریکایی بر لزوم تنش‌زدایی با ایران تاکید کرد و گفت امارات می‌خواهد با ایران رابطه خوبی داشته باشد. اخیراً گزارش‌ها حاکی از آن است که اسرائیل با شماری از کشورهای عرب منطقه مانند امارات، بحرین و عربستان سعودی تلاش می‌کنند یک سیستم پدافندی مشترک در منطقه ایجاد کنند. سایت نور نیوز روز یک شنبه 19 تیر در توییتی نوشت اگر ایجاد شبکه یکپارچه پدافندی در منطقه امنیت ایران را به هر شکل به خطر بیندازد، قطعاً با پاسخ قاطع اولیه به نزدیک‌ترین و در دسترس‌ترین اهداف روبرو خواهد شد. به نوشته این سایت، ایجاد شبکه یکپارچه پدافندی در منطقه از سوی آمریکا و با مشارکت، هدایت و مدیریت پنهان اسرائیل یک اقدام تهدیدآمیز است. نور نیوز اسرائیل را رژیم شرور در منطقه نامیده است. نزدیکترین و در دسترس ترین اهداف از نظر جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران اهدافی در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میباشند. پس از این هشدارهای ایران، انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات امروز به شبکه CNN گفت که نیاز به تنش‌زدایی با ایران وجود دارد. وی گفت ما باید راه حل‌هایی پیدا و همچنین باید از همکاری‌های اقتصادی در زمین‌های مختلف استفاده کنیم. امارات نمی‌خواهد با ایران در تقابل قرار بگیرد. عبدالخالق عبدالله، استاد علوم سیاسی در امارات نیز به CNN گفت که تشکیل یک ائتلاف نظامی بالقوه به عنوان ناتوی منطقه‌ای بسیار تحریک‌آمیز است و فکر نمی‌کنم پیوستن به آن قابل قبول باشد. قرقاش در گفتگو با خبرگزاری رویترز نیز گفته بود که ابوظبی پذیرای ایجاد هیچ گونه محور علیه هیچ کشوری در منطقه به ویژه ایران نیست و ایده رویکرد تقابلی با ایران چیزی نیست که امارات از آن استقبال کند. در ادامه افزایش تنش شدید بین آمریکا و چین، منابع مطلع نظامی از پرواز خطرناک یک فروند جنگنده سوخوسی ارتش چین نزدیک یک فروند هواپیمای ترابری آمریکا خبر دادند. به نوشته وبگاه پولیتیکو، دو مقام مطلع از این حادثه گفتند یک جنگنده چینی اخیراً نزدیک یک هواپیمای عملیات ویژه C-130 آمریکا در دریای چین جنوبی مانور ناامن و غیرحرفه‌ای داشته است. منابع آگاه که مایل به افشای هویت خود نبودند، جزئیاتی درباره این حادثه از جمله تاریخ دقیق آن را بیان نکردند، اما گفتند که پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، آن را ناامن و غیرحرفه‌ای لحاظ کرده است. این حادثه در بحبوحه اقدامات نظامی تهاجمی‌تر خلبانان چینی در دریای چین شرقی و جنوبی در ماه‌های اخیر با هواپیماهای استرالیایی و کانادایی صورت می‌گیرد. پیشتر لوید آستین وزیر دفاع آمریکا این گونه پروازها را محکوم کرد. آستین گفت ما شاهد افزایش نگران کننده تعداد رهگیری‌های هوایی ناامن و رویارویی در دریا توسط هواپیماها و کشتی‌های چین بوده‌ایم. این موارد همه ما را نگران می‌کند. آستین مدعی شد که در ماه فوریه پرسنل یک کشتی نیروی دریایی چین لیزر را به سمت هواپیمای جاسوسی دریایی استرالیایی نشانه رفتند و در هفته‌های منتهی به دیدار آستین، جنگنده‌های چینی رهگیری‌های خطرناک در دریاهای چین شرقی و جنوبی انجام دادند.
وزیر دفاع روسیه در سفری اعلام نشده ضمن بازدید از نیروهای ارتش این کشور در خاک اوکراین دستور تشدید عملیات‌های تهاجمی را صادر کرد. به نقل از اسپوتنیک، سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه در جریان بازدید از نیروهای ارتش این کشور که در جنگ اوکراین فعال هستند، گفت یگانهای ارتش باید فعالیت‌ها و عملیات‌های خود را افزایش دهند تا حملات ارتش اوکراین علیه غیر نظامیان در مناطق تحت کنترل روسیه متوقف شود. در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است، ریاست وزارت دفاع روسیه به منظور جلوگیری و حذف احتمال حملات راکتی و توپخانه‌ای سنگین رژیم کیف علیه غیر نظامیان و زیرساخت‌های منطقه دونباس و دیگر مناطق، دستوراتی را برای تقویت و افزایش اقدامات و عملیات‌های تهاجمی یگان‌ها و گروه‌های فعال در حوزه‌های عملیاتی صادر کند. این دستور وزیر دفاع روسیه پس از آن صادر شده که در روزهای اخیر نیروهای ارتش اوکراین شهر نوواکاخوفکا در استان جنوبی خرسون اوکراین را با ده ها راکت و موشک هدف قرار دادند. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با کانال خودتون پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.